و شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهای از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. کانون فیلمسازان مستقل در بیانیه‌ای اهانت آشکار پزشکیان را به ایرانیانی که در انتخابات حکومتی شرکت نکردند محکوم کرد. سپیده رشنا برای اجرای حکم حبس به زندان اوین احضار شد. 7 زندانی از جمله 3 زن در زندان بیرجند به دار آویخته شدند. 8 معترض بازداشت شده خیزش مهسا با وجود پایان جلسات دادگاه به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. گمان زنی ها در مورد استعفای جمعی 10 عضو شورای شهر تهران در صورت کنار نرفتن زاکانی افزایش یافته است. کارزار کاملا هاریس تا 24 ساعت بعد از کنارگیری بایدن موفق به جمع‌آوری 81 میلیون دلار کمک انتخاباتی شد. روسیه میگوید آماده سازی توافقنامه جامعه همکاری با ایران پایان یافته و آماده امضا شده است. بمباران خان یونس توسط اسرائیل به کشته شدن دست کم 70 فلسطینی انجامید. و مجارستان از میزبانی نشست‌های اتحادیه اروپا محروم شد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 23 جولای 2024 میلادی برابر است با 2 مرداد سال 1403 خورشیدی. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب ایران گفته است که باید کابینه وفاق ملی تشکیل بدهیم که منحصر به یک گروه و جناح نباشد. به گزارش ایسنا، پزشکیان روز سه‌شنبه 2 مرداد در دیدار با اعضای ستادهای مردمی خود درباره تشکیل کابینه گفت انتخاب مسئولان به یک معضل بدل شده است. ما شعار انتخاب برتر داده ایم و به همه میگوییم کمک کنید، ولی همه آدمهای خودشان را معرفی میکنند و نمیدانم که باید چه کنیم. وی ملاک تعیین کابینه را حرکت به سوی سیاستهایی که رهبری تعیین کرده اعلام کرد و افزود که رضایت مردم شاخص مدیریت ماست. پزشکیان همچنین اعلام کرد که شرایط کشور خوب نیست و به شدت تحریم هستیم. مشکل داریم و این مشکلات اول به اختلافهای ما برمیگردد. اگر قرار است که با قدرت بمانیم و مشت محکمی به دهن آنها بزنیم، باید همه متحد شویم. پزشکیان همچنین در تعریف حقوق مردم گفت ما در کشور باید با هم باشیم و دنبال حق باشیم. حق حقوق فردی، اجتماعی، مذهبی، قومیتی و جنسیتی است، ولی وقتی می خواهیم به قومیت و جنسیت برسیم حق تنگ می شود. از سوی دیگر واکنش ها به اسارت مسعود پزشکیان درباره کسانی که در انتخابات شرکت نکردند همچنان ادامه دارد. کانون فیلمسازان مستقل در بیانیه‌ای اهانت آشکار پزشکیان را به ایرانیانی که در انتخابات حکومتی شرکت نکردند محکوم کرد. پزشکیان در پاسخ نوشت که حساب مردم ناراضی از دشمنان و بددلان جداست. کانون فیلمسازان مستقل ایران در بیانیه خود درباره صحبت‌های روز یکشنبه پزشکیان در مجلس شورای اسلامی نوشت هر کسی نارضایتی خود را به هر شکلی نشان بدهد یا خس و خاشاک می‌شود یا شایسته مشتی بر دهان. به گفته کانون فیلمسازان مستقل، سخنان پزشکیان نشان داد که او نیز اهل سنت شکنی نیست و مشت خود را از جمله به سمت سینمای مستقل ایران نشانه گرفته است. مسئولان قوه قضاییه به سپیده رشنا، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، اعلام کردند که باید خود را برای اجرای حکم حبس به زندان اوین معرفی کند. حکم 3 سال و 7 ماه حبس این فعال مدنی مربوط به پرونده اتوبوس BRT تهران در سال 1401 است. تیرماه سال 1401 ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس BRT تهران نشان می‌داد که در نهایت مسافران فرد تذکر دهنده را از اتوبوس بیرون کردند. سپیده رشنو همان زن مخالف حجاب اجباری بود که در پی انتشار این ویدیو شامگاه 25 تیر ماه سال 1401 بازداشت شد. در ادامه موج گسترده اجرای احکام اعدام در ایران، 7 زندانی دیگر از جمله 3 زن در زندان بیرجند به دار آویخته شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری حقوق بشری هرانا، احکام این هفتن که پیشتر بابت جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، صبح روز سه‌شنبه دوم مرداد اجرا شده است. با اجرای حکم اعدام این هفت زندانی، شمار کل اعدام شدگان ایران در سال جاری میلادی به دست کم 281 تن رسیده است. 8 معترض بازداشت شده خیزش مهسا با وجود پایان جلسات دادگاه روز ششم مرداد به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. از بین آنان نسیم غلامی سمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی با اتهام بغی مواجه هستند که میتواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بیانجامد. بر اساس این اطلاعات، سهل‌آبادی روز شنبه سیام تیر ماه در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد. یک منبع مطلع از وضعیت او گفته است که با وجود تلاش نزدیکان این زندانی سیاسی برای انتقالش به بیمارستان دیگر، ماموران امنیتی مانع از اعزام او شدند. در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی گرفته شده است. روزنامه اعتماد در گزارشی به بارداری اجباری در روستاهای محروم و فشار حکومت بر بهورزها در افزایش زاد و ولد زنان روستایی و تبعات قانون جوانی جمعیت پرداخت. تخمین زده می شود که با ممنوعیت های غربالگری در سه سال اخیر حدود 180 هزار نوزاد معلول و دارای نقص ژنتیکی در ایران متولد شده باشند. اعتماد در این گزارش با یک بهبرز روستایی در قلعه گنج استان کرمان صحبت کرده که در یک دهه اخیر از شدت محرومیت به الگوی فقر در کشور تبدیل شده است. این زن بهبرز گفت که مسئول شبکه بهداشت روستا سه سال قبل صدایش کرده و گفته است که از این پس پیشگیری بی پیشگیری، زنهای این منطقه فقط باید بچه بزایند. او گفت وقتی اعتراض کرده که این مردم آرد برای پختن نان ندارند، در پاسخ تهدید شده که اگر پیشگیری از بارداری را آموزش بدهد به مرز کرمان و سیستان و بلوچستان تبعید می شود. تهدید به استعفای 10 عضو شورای شهر تهران در صورت کنارگیری نکردن علیرضا زاکانی شهردار تهران که بیشترین تذکر را از سوی آنها در 3 سال گذشته گرفته، ششمین شورای شهر تهران را در معرض انحلال قرار داده است. به گزارش روزنامه هم‌میهن، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران که از امکان انحلال این شورا احساس خطر کرده، سعی دارد که اعضای منتقد را از تصمیم خود منصرف کند. در صورت استعفای دست جمعی 10 تن از 21 عضو شورای شهر تهران بر اساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی، جلسات تصمیم گیری شورا از حد نصاب خارج شده و در صورت انحلال شورای شهر توسط وزارت کشور، علیرضا زاکانی به عنوان شهردار کنار گذاشته شده و سرپرست شهرداری جانشین او می‌شود. رسانه‌های حکومتی برکناری شهردار تهران را مسائل شخصی بین برخی از اعضای شورای شهر با زاکانی و یا اختلاف بین جناحی جمهوری اسلامی میان طرفداران قالیباف و زاکانی عنوان کردند. در خبر کوتاه، اعتراضات معیشتی در ایران با تجمع گروه‌هایی از بازنشستگان در کرمانشاه، کارکنان رسمی صنایع نفت در خوزستان، تجمع شهروندان تهران در اعتراض به پارک خاری، تجمع ذینفعان تعاونی مسکن علوم پزشکی زنجان و تجمع کارگران کشت و صنعت مغان در اعتراض به ناکارآمدی مدیرعامل همچنان ادامه دارد. جنابان هشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا.
با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم. کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم. و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب، آتیش هم که آماده است. حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. در کلینیک استوکهلم مدیسپاس زیر نظر دکتر مهناز جمالی میتوانید از خدمات بی‌نظیر این کلینیک بهره مند شوید. خدماتی همچون لیزر مو، بوتاکس، فیلر، شفافسازی و جوانسازی صورت، بوتاکس های درمانی، عضلسازی بدن و کاهش وزن. برای کاهش وزن شما می توانید با استفاده از سماگلوتاید در کوتاه ترین مدت زمان به وزن دلخواهتون برسید. پکیج کامل زیبایی و جوانی خود را در کلینیک سوکال مدسپاس تجربه کنید. شماره تماس 562-459-7043. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. شهروندان افغانستان با صدها میلیون دلار سرمایه گذاری در ایران اخیراً در صدر فهرست سرمایه گذاران خارجی در این کشور قرار گرفتند. انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران گفته است که برخی از سرمایه گذاران افغان تا 20 میلیون دلار در ایران سرمایه گذاری کردند. علیرضا یوسفیان، نماینده تاجران و سرمایه گذاران افغان در ایران هم گفته است که سرمایه گذاری افغان ها در ایران در مجموع به بیش از 1 میلیارد دلار می رسد. در همین خصوص اخیراً حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی ایران، در یک مصاحبه با یک شبکه داخلی ایران گفت از نظر عددی بالاترین تعداد جلب سرمایه گذاران خارجی توسط برادران افغانی ماست که از 300 هزار دلار تا 5 میلیون و 10 میلیون دلار شاهد بودیم که در ایران سرمایه گذاری کردند. به گفته سلیمی بعد از افغانستان چین در رده دوم درخواست ها و انجام سرمایه گذاری در ایران قرار دارد. گمرک ایران تا یه ابلاغیه جدیدی روز سه‌شنبه دوم مرداد اعلام کرد که از این پس سود بازرگانی تلفن‌های همراه آیفون را از 100% به 15% کاهش داده است. مطابق این ابلاغیه از این پس حقوق ورودی موبایل با قیمت کمتر از 150 دلار 10%، حقوق ورودی تلفن همراه با ارزش 150 تا 600 دلار 5% و حقوق ورودی گوشی تلفن همراه با ارزش بالای 600 دلار 15% تعیین شده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران که این گزارش را منتشر کرده همچنین اشاره کرده که واردات آیفون با مدل 14 با بالاتر همچنان ممنوع است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که روز دوشنبه وارد واشنگتن پایتخت ایالات متحده شده، طبق برنامه در روز چهارشنبه در کنگره آمریکا سخنرانی و احتمالاً بدون ملاقات با جو بایدن رئیس جمهوری با کاملا هاریس معاون او در کاخ سفید دیدار خواهد کرد. بنا به اعلام دفتر کاملا هاریس، معاون جو بایدن و نامزد احتمالی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، در جلسه سخنرانی روز چهارشنبه نخست وزیر اسرائیل در کنگره شرکت نخواهد داشت، اما در کاخ سفید میزبان او خواهد بود. جو بایدن هم که به علت ابتلا به کرونا در خانه شخصی خود در دلاور در حال استراحت است،
همزمان با سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در پیامی قول داد که به تلاش برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر حماس ادامه بدهد. کامالا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه کارزار انتخاباتی خود را با سخنرانی در ویلمینگتون دلاور آغاز کرد و قول داد که دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه را با مهارت‌های قضایی خود به چالش بکشد. به گزارش رویترز، هاریس که پیش از معاونت رئیس جمهوری دادستان کل کالیفرنیا و سناتور ایالات متحده بود، قول داد که با استفاده از سوابق حقوقی گسترده خود سوء رفتار و فساد ترامپ را افشا کند. کارزار ترامپ با بی‌کفایت خواندن هاریس و انتقاد از سوابق او از جمله ملایمت در قبال جرم و جنایت در دوران تصدی وی در کالیفرنیا پاسخ داد. کارزار ترامپ همچنین سوابق هاریس در زمینه مهاجرت و سایر مسائل را زیر سوال برد و او را لیبرال‌تر از جو بایدن معرفی کرد. هاریس در جریان این سخنرانی اولویت‌های سیاست خود را به عنوان رئیس جمهوری از جمله حفاظت از حقوق سقط جنین، ممنوعیت اسلحه‌های تهاجمی و بازسازی طبقه متوسط بیان کرد. کارزار انتخاباتی او به سرعت شتاب گرفت و سوی چهره‌های بانفوذی مانند نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان کنگره و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مورد حمایت قرار گرفت. کارزار هاریس تا 24 ساعت بعد از کنارگیری بایدن موفق به جمع‌آوری 81 میلیون دلار کمک انتخاباتی شده که امری بی‌سابقه بوده است. روسیه میگوید آماده سازی توافقنامه جامعه همکاری با ایران پایان یافته و آماده امضا است. آندری رودنکو، یکی از معاونان وزیر خارجه روسیه، به تاس خبرگزاری رسمی گفت که تهیه پیشنویس این توافقنامه که 2.5 سال طول کشید بعد از آخرین مشورت‌های کارشناس در ماه گذشته در مسکو اکنون به پایان رسیده است. رسانه‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که در گفتگوی تلفنی پوتین و مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران، دو طرف بر تداوم روابط در بالاترین سطح تاکید کردند و پوتین ابراز امیدواری کرد که توافق‌هایی که در دولت ابراهیم رئیسی حاصل شدند تداوم داشته باشند. مسعود پزشکیان هم با پذیرش دعوت پوتین برای شرکت در نشست بریکس گفته بود که تهران آماده است در همان نشست که قرار است پاییز در شهر کازان روسیه برگزار شود این توافقنامه را امضا کند. جزئیاتی از این توافقنامه منتشر نشده است، اما اسفند ماه سال گذشته کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو در مصاحبه با ایرنا تاکید کرده بود که این موافقت نامه حوزه‌های گسترده‌ای را شامل می‌شود و موضوع احترام متقابل و احترام به تمامیت ارضی دو کشور هم در آن نوشته شده است. تانک‌های اسرائیلی به دنبال فرمان خروج غیرنظامیان از برخی مناطق خان یونس وارد این شهر شدند. رخدادی که با بمباران خان یونس همراه بود و به گفته مقامات درمانی غزه به کشته شدن دست کم 70 فلسطینی انجامید. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات وزارت بهداشت و درمان غزه که تحت کنترل گروه افراطی حماس است، می‌نویسد که این 70 فلسطینی روز دوشنبه بر اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی به شهرک بنی هیلا و دیگر شهرک‌های واقع در شرق خان یونس کشته شدند. ساکنان این منطقه پرجمعیت در جنوب غزه میگویند که تانک‌های اسرائیلی که بیش از 2 کیلومتر در بنی سهیلا پیشروی کردند و ساکنان آنها را مجبور ساختند تا زیر آتش بگریزند. وزارت بهداشت غزه اعلام کرده که 10 زن و کودک در میان کشته شدگان هستند و دست کم 200 تن دیگر هم زخمی شدند. جناح‌های فلسطینی رقیب فتح و حماس میگویند که با میانجیگری چین به توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست یافتند و در مقابل اسرائیل این توافق را محکوم کرده است. به گزارش شبکه تلویزیون دولتی CCTV چین، بیانیه وحدت فلسطین در پایان مذاکرات 3 روزه آشتی بین فتح و گروه افراطی حماس در پکن امضا شده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود، اما چین و روسیه رابطه با هر دو گروه از جمله حماس را حفظ کرده و برای آشتی این دو جنبش رقیب تلاش کردند. وانگ یی وزیر خارجه چین گفته است که بارزترین نکته توافق به دست آمده تشکیل یک دولت آشتی ملی موقت در غزه بعد از جنگ است. بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید.
with Sam. I think it was the best decision I ever made. He really helped me out, and he has really helped me out. So he's not too busy for me. He even gave me his cell number. دفاتر سامان هیدری، وکیل تصادفات در دو ایالت کالیفرنیا و لاس وگاس. My experience with calling Sam was very helpful because they're excellent. 818-818-0707. Him and his entire team is very professional. He leads a good group of people here, and I felt really safe and at home with them. He was very efficient in handling my case, and I would definitely recommend anyone for an injury of any kind to offer their assistance. HeyDaddyLawGroup.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درک دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. خبرها را دنبال میکنیم. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مجارستان را برای مواضعش در قبال جنگ اوکراین از حق میزبانی نشست بعدی وزیران خارجه و دفاع این اتحادیه محروم کرد. مجارستان این تصمیم را کاملا کودکانه خوانده است. مجارستان ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را تقریبا 3 هفته پیش بر عهده گرفت و قاعدتاً باید میزبان این نشست‌ها باشد. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان 4 روز بعد از شروع این ریاست دوره‌ای در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد که خشم اتحادیه اروپا را برانگیخت. بورل گفت که اقدامات مجارستان نباید بدون عواقب باشد و ما باید پیامی ارسال کنیم ولو نمادین. پلیس کرواسی گفت که یک مهاجم مسلح بعد از ورود به یک خانه سالمندان و تیراندازی به سوی ساکنان آن 6 تن را به قتل رسانده و 6 تن دیگر را مجروح کرده است. به گفته یه رئیس پلیس کرواسی، فرد مهاجم از محل حادثه گریخت اما به فاصله کوتاهی در یک کافه در نزدیکی خانه سالمندان دستگیر شد. یک شبکه تلویزیونی محلی گزارش داد که مهاجم متولد سال 1973 و مأمور سابق پلیس است. رسانه‌های محلی در گزارش خود گفتند که یکی از کشته شدگان در این تیراندازی مادر فرد مهاجم بوده و از حدود 10 سال پیش در این خانه سالمندان زندگی می‌کرده است.
سازمان خدمات ماهی و حیات وحش ایالات متحده به تازگی اعلام کرده که تصمیم دارد بیش از 450 هزار جغد را در شمال غربی این کشور از بین ببرد. کارشناسان میگویند که این کشتار برای کمک به حفاظت از دو گونه جغد بومی که در معرض تهدید جغدهای مهاجم قرار گرفتن اقدامی لازم است. با این حال فعالان حقوق حیوانات این طرح را ظالمانه و غیر ضروری خوانده و آن را محکوم کردند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در ادا پرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو وقتی نمیزون میکنم.